همونطور که میدونید قسمت چهارم کاپیتان امریکا در حال فیلم برداری و در کنارش هم یه سری عکسای لو رفته که طبق معمول نباید لو میرفت و بیرون میمد و خب این امنیت جالبیه که مارول همیشه داشته و داره و به حضور تام هالند توی این فیلم داره اشاره میکنه و در کنارش هم داره ارتباط خیلی زیادی با سریال دردویل بورن اگین برقرار میکنه و تو این ویدیو قرار بریم سراغ این تصویرهایی که بیرون اومده و ارتباطشون که میتونه با این فیلم داشته باشه، حرفایی که حالا خودشون زدن و از طرف دیگه اون حرفی که خود کوین فاگی قبلا زده بود و با هم دیگه ببینیم چی بود و قراره که تو این اتفاقات آینده که مارول داره توی فاز پنجم چی رو به ما نشون بدن. فقط از اینکه بخوایم ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که یه لایک به این ویدیو بدی. همونطورم که میدونی من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ قسمت چهارم کاپیتان امریکا. Forget about everything we've ever been through. Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned, he's my best friend. Oh, my Aunt May should really stop talking. شما میدونید دیگه در مورد سریال دردویل بورن اگین با هم دیگه قبلا هم صحبت کرده بودیم. این سریال قراره که 18 تا قسمت داشته باشه فصل اولش و قراره به دو تا پارت 9 قسمته تقسیم بشه. این تقسیم شدنه وسطش قراره که یه تایم استراحتی هم داشته باشه و بعد شروع بکنه به پخش پارت دوم و اینطوریه که داره نشون میده این سریال ارتباط خیلی زیادی با فیلمایی که قراره توی سال 2024 اکران بشه داره و در کنارش احتمال کراسوور رو داره خیلی زیادتر میکنه. حضور اسپایدرمن توی قسمت چهارم کاپیتان امریکا هم یه حرکت خیلی بزرگیه، یعنی یه حضور جنجالی بزرگی میتونه داشته باشه که به خیلی از اتفاقات آینده‌ام ربط پیدا میکنه. و خب چطوری این اطلاع لو رفته؟ بدلکار تام هالند کسی بوده که یه عکسی رو بیرون داده که پروژه هایی که داره روشون کار میکنه لو داده و مشخصه که سر چه فیلم و پروژه هایی بوده. تو این عکسی که بیرون اومده، حالا خیلی هم کیفیتش 4K داریم میبینیم که نوشته که اون توی فیلم کاپیتان امریکای 4 حضور داشته که اونجا هم کاملا مشخصه. در کنارش به پروژه آگاتا هم داره اشاره میکنه که میدونیم که از ادامه داستان حالا واندا ویژن رو برمیگه به شخصیت آگاتایی که حالا اونجا دیدیمش. نکته بعدی که اون گوشه دارید میبینینش یه پروژه‌ایه که اسمش هم نصف نیمه مشخصه و به نظر میرسه که بیگ دور پرایز فصل دوم باشه. یعنی چی؟ حالا چه اسمی روش گوشتن و چه ربطی داره رو نمیدونم، ولی ممکنه که به یکی از سریالای ربط داشته باشه که فصل دومش قرار ساخته بشه. حالا ما سریال لوکی رو داریم که فصل دومش قرار بیاد، از طرف دیگه ای واتیف رو داریم که فصل دومش قرار بیرون بیادش و ممکنه که به یکی از این دوتا ربط داشته باشه. البته تو حرفایی که وینسنت درباره دردویل زده بود کاملا مشخصه که بجز این دوتا پارتی که فصل اول داریم میبینیم اونا دارن روی فصل دوم این سریال هم کار میکنن. ممکنه که اون پروژه‌ای باشه که مربوط به آینده مسیر میشه. ولی خب اگه بخوایم یه نگاه بهتری هم روی این قضیه و این عکس داشته باشیم، این پروژه‌های نشون داده که توی مسیر اومده و شروع کرده به کار کردنشون و اون انتها داریم کاپیتان امریکای 4 رو می‌بینیم. پس داره نشون میده اون پروژه‌ای که فصل دومش هر چیزی که هستش ربطی احتمالاً به دردویل فصل دوم نداره، چون اصلا فیلم برداریش هنوز شروع نکردن که بخواد بدلکار سر صحنه‌اش حضور پیدا کرده باشه. پس این پروژه‌هایی که قبلا انجام داده. بیایم به پروژه آگاتا نگاه کنیم. فکر نمی‌کنم اصلا حضور اسپایدرمن توی این سریال منطقی باشه، اصلا هیچ ربطی هم نداره، چون داره اون هرج و مرج و انرژی تاریکی که وجود داشته و داستان آگاتا رو میگه، پس وجود اصلا تماما اونجا غیر منطقی به نظر میرسه. ولی به پروژه کاپیتان امریکای 4 که نگاه بکنه، خب حضور تام هالند اونجا میتونه منطقی تر باشه، میتونه اونو ببینیشون به خاطر اینکه یه سری اتفاقاتش هم توی نیویورک ممکنه که اسپایدرمن اونجا دیده بشه. حالا میتونیم یه نگاه دیگه داشته باشیم. شاید مارول بدلکار کم آورده و داره از بدلکارهایی که داره استفاده میکنه و تو پروژه دیگه هم میارتشون و ممکنه که فقط بدلکاره تو این پروژه اومده باشه و یه نقشی رو بازی کرده باشه و ربطی به حضور خود تام هالند نداره و اینطوریه که به پروژه آگاتا هم میتونه اشاره کرده باشه. حالا کم بوده بدلکار رو بردن، اون رفته اونجا یه چند تا صحنه هم بدلکاری کرده. حالا اگه حضور تام هالند توی قسمت چهارم کاپیتان امریکا تایید بشه، ممکنه که اتفاقی که اونجا میفته مشابه اتفاقاتی باشه که توی جنگ داخلی بودش، یعنی یه همچین حضوری داشته باشه، چون میدونیم که به خاطر تلسم اتفاقاتش هم ممکنه که خود پیتر پارکر رو نشناسن، ولی شخصیت اسپایدرمن رو میدونن کیه و خب حالا جلوتر این موضوع رو یه مقدار بیشتر بازش میکنم. و نکته بعدی که وجود داره اینه که تام هالند گفتش که قرار بره یه تایمی استراحت بکنه، یه یک سالی میخواد استراحت بکنه بعد از اون سریالی که بازی کرد
و ممکنه این وسط تایم استراحته به خاطر این بوده باشه که تو این فیلم هم حضور داشته و اینطوریه که مثلا سکانس‌های بزرگی رو بازی کرده و خب این خستگی بیشتر روش دیده میشه، خواسته بره یه استراحتی هم داشته باشه. توی حرفایی که خودت آلن زادو برگشته و گفته بود که من کاراکتر اسپایدرمن رو خیلی دوست دارم، این کاراکتر باعث شد که زندگی شخصی من تغییرات بزرگی توش اتفاق بیفته و من عاشق این کاراکترم و دوست دارم این نقش رو تا آخر عمرم بازی بکنم، اگه بتونم یه همچین کاری انجام بدم جز خوشبخت‌ترین آدمایی هم که توی زمین وجود داره. و نکته بعدی هم که هستش اینه که اون نقشی هم که تو اون سریالی هم بازی کرده بود که همچین امتیاز درست حسابی هم مخاطبا نگرفته بود، یه مقداری با این نقش قهرمانانش متفاوته و به خاطر همین تایم استراحت رو گذاشته تا بتونه اون سختی کار قبلی که داشته رو یه طوری کنار بذاره و یه استراحتی کرده باشه و بتونه آماده بشه برای نقش اسپایدرمن، چون میدونیم که قرار پروژه اسپایدرمن 4 ساخته بشه. مارول و سونی اومدن و تایید کردن که قرار یه لایو اکشنی از مایلز رو بسازنش. حالا میدونیم مایلز بالاخره هر جایی باشه توی شهری که بیانه بخون نشونش بدن، بعد اسپایدرمن هم نشون بدن، پس احتمال داره پروژه اسپایدرمن 4 هم غیر مستقیم اشاره کرده باشن. نکته بعدی اینه که یه سری از سکانسایی که کاپیتان امریکا داره توی شهر نیویورک فیلم برداری شده. نیویورک جاییه که ما هم اسپایدرمن رو داریم هم دردویل رو داریم، پس ممکنه که اینا از نظر تایملاینی و زمانی به همدیگه ربط داشته باشن و احتمال اینکه یه حضور کوتاهی هم توی فیلم‌ها و سریال‌هایی که وجود داره از این کاراکترهای مختلف داشته باشیم هم زیاده. حتی یه تصویری هم بیرون اومده بود از اون خیابون معروفی که توی سریال دردویلی که نتفلیکس پخش می‌کردش وجود داشت که بیشتر اتفاقات به اون خیابون کشیده می‌شدش و مشخصه که دارن سکانسایی که بازی می‌کنن ارتباط زیادی رو با سریال دردویل برن اگین هم برقرار می‌کنه. ما در مورد طرح اصلی کاپیتان امریکای 4 اینو می‌دونیم که خب قراره که این پروژه تمرکز زیادی روی راس از طرف دیگه ولنتینا داشته باشه و اون اتفاقاتی که انتهای اترنالز افتاد و قراره برن اونجا اون ماده‌ای که داخل اون هست رو بکشنش بیرون. نکته بعدی که وجود داره اینه که راس قرار نقش رد هالک هم داشته باشه و ولنتینا هم میدونید که توی سیا کار میکنه. تمام این شخصیت هایی که بهتون گفتم بیشتر به خاطر این که توی نیویورک باشن سمت واشنگتن و اتفاقاتیه که اونجا داره پیش میاده، چون میدونیم که راس قرار رئیس جمهور هم باشه. در کنار اینا ما شارون کارتر هم داریم که توی اتفاقاتی که افتاد انتهای فالکون و وینتر سولجر دیدید که اونم توی واشنگتن بود، پس داره نشون میده بیشتر این فیلم تمرکز اصلی که داره تو خود واشنگتن باشه. نکته بعدی که وجود داره در مورد کاراکتر لیدر، خب ما میدونیم که لیدر احتمال خیلی زیاد توی نیویورک سیتیه و احتمالا اون سکانسه که دارن بازی میکنن به لیدر ربط داره و قراره یه کاری اونجا انجام بده و اون میتونه یه ارتباطی هم بین اتفاقاتی که حالا داره برای راس و ولنتینا میفته و فیسکی که ما توی سریال دردویل هم داریم برقرار بشه، چون میدونه که اون قراره تبدیل به شهردار این شهر بشه و قدرت خیلی زیادی هم دستشه، مثل اتفاقاتی که توی هاکای افتاد دیدید که از همه چی خبر داره و اون تکنولوژی که میتونه ازش استفاده بکنه اینطوری ممکنه که تبدیل به یکی از پایه‌هایی بشه که مجبور مثلا ولنتینا ازش استفاده بکنه و اونم رأس قدرت قرار میگیره و حتی ممکنه که با اون برن به سمت ساخت دارک اونجر و اتفاقاتی که پیش میادش. چون در مورد فیسک شما اینو میدونید که اون پادشاه جنایت‌های شهر دیگه توی نیویورک هم خیلی معروفه و قدرت خیلی زیادی هم داره، برخلاف اون چیزی که حالا همه فکر میکنن کاراکتر ساده‌ایه اینطوری نیستش و نفوذش خیلی زیاده. و نکته بعدی که هستش اینه که فاز پنجم مارول قراره که با فیلم کاپیتان امریکای 4 به اوج خودش برسه و ممکنه که کراس‌اوور بین شخصیت‌های مختلفی که تو این شهر وجود دارن و بیان و به ما نشونش بدن. خود چارلی توی حرفایی که زده بود گفته بود خیلی دلم میخواد یک بار دیگه با اسپایدرمن توی فیلم مشترک با هم دیگه بازی بکنیم و بتونیم حالا مثلا لباس بپوشیم و کارهای قهرمانانه انجام بدیم که توی سطح شهر اتفاق میفته و همه اینا داره نشون میده پروژه دردویل هم جزو پروژه‌های مهمیه و ممکنه اتفاقاتی که داخلش میفته روی فیلم اسپایدرمن 4 اثر بذاره. نمیدونیم که قرار خود متی اونجا دیده بشه یا نه، ولی مطمئنا اثرات خیلی بزرگ و زیادی روی این فیلم قرار انجام بده. خود فاگه تو حرفایی که زده بود غیر مستقیم برگشته و گفته بود که قرار یک کراس‌اوور بین اسپایدرمن و دردویل توی سریالش باشه، به خاطر اینکه میدونیم 18 تا قسمت داره و میتونه کاراکترهای مختلف بیاره اونجا بهمون نشون بده. یکی از اون کاراکترهایی هم که خیلی مهمم هستش و میدونم که خیلی هاتون هم دلتون میخواست برگرده پانیشره و میدونم که پانیشر هم اونجا حضور داره. حالا این دوتا پارتی که گذاشتن براش ممکنه که حالا اتفاقاتی هم این وسط به وجود بیاد که
به کل اتفاقات بزرگ مارول ربط داشته باشه و اینطوری کاراکترهای مختلف رو درگیر خودش بکنه. از طرف دیگه ای میدونید که سریال پانیشر هم تایید کردن و قرار که دیزنی پلاس سریال جدا هم از پانیشر بسازه و درجه سنی آرام گرفته که خیلی اتفاق خوبیه و داریم میبینیم که بالاخره دیزنی دیده که نمیتونه با اون فازی که همش به سمت کودکانه حرکت میکنه و بچه گونه است بخواد این فیلم ها رو جلو ببره و مخاطبای اصلی خودش رو از دست میده و میبینیم که درجه سنی آرام برای پانیشر انتخاب کردن. و از طرف دیگه ای هم میبینید که ددپول هم درجه سنی آر گرفته و این اتفاق خیلی خوبیه که میبینیم بالاخره درجه سنی آر هم داره توی دیزنی دیده میشه. حالا اگه اسپایدرمن توی قسمت 4 کاپیتان امریکا حضور داشته باشه، باید به اون تلسمی که دکتر استرنج انجام داد دقت بکنه و جزئیاتش رو رعایت بکنه. توی حرفی که استرنج زد برگشت گفتش که همه پیتر پارکر رو از یادشون میبرن، پس اسپایدرمنو کسی یادش نرفته و باید یادشون باشه این کاراکترهایی که ما داریم. اسپایدرمن تو اتفاقات بزرگی افتاد شرکت کرده، مثل اتفاقات جنگ داخلی و اونجایی که زد فالکون اینا رو یه مقدار حالشون هم گرفت. ممکنه که این عقده توی ذهن سم مونده باشه و ببینیم که وقتی که اسپایدرمن رو میبینه قرار واکنش نشون بده یا نه و رفتارش چطوری. البته خب اون توی اندگیم اینا هم حضور داشته و میتونه اینطوری یه مقدار ارتباط بهتری هم بین این کاراکترها برقرار بکنه. بعد ببینیم توی ادامه روند مسیری که دارن کوین فاگی هدفش چی و میخواد چه کاری انجام بده. ولی کاملا مشخصه اون فیلمایی که به فضا و کاراکترهایی که بیرون زمینن ارتباط داره رو داره یه طوری به همدیگه ربط میده. اینجا هم احتمالاً کاراکترهایی که توی زمین موندن و هیروهایی هم که اینجا داریم مطمئنا میخواد دور همدیگه جمعشون بکنه و یه تیم هم اینجا روی زمین وجود داشته باشه که اونجر حالا روی زمین به حساب میان و اینطوری میتونه ارتباط خیلی خوبی رو برقرار بکنه، همه چیز رو بکشه به سمت فاز ششم و ادامه اتفاقاتی که به کنگ و از طرف دیگه هم سیکرت وارز میرسه. در مجموع امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشه. حتما یاد باشه که لایک و ساب و زنگوله رو فعالش بکنی، اینطوری میتونی محتوای جدیدی که انسازم راحت‌تر دسترسی داشته باشی و بیای توی کانال ویدیو جدیدم تماشا بکنی. حتما یاد باشه نظر توری داری داخل کامنت برام بنویس و ویدیوی بررسی فیلم ترانسفورمرز و سکانس بعد از سیتراژش هم برات گوشم اینجا که اونم داره یک کراسوور بزرگی رو انجام میده و یه ریبوت نرمی هم اون وسط داره میزنه که میتونی بری این ویدیو رو هم تماشا بکنه. در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعدی. بدرود.